جابجایی برداریه، ولی طول جزو کمیت‌های نرده‌ای به حساب میاد. سومین غلطش هم مشخص شد. خب میگه حجم و جریان الکتریکی کمیت‌های فرعی هستن. حجم من فرعیه ولی جریان الکتریکی کمیت اصلی. دما کمیتی اصلی، اوکی مشکلی باش ندارم. و یکای آن در سیستم اس آی درجه چیه؟ سلسیوس. گفتم اینجا رفع ابهام باید انجام بدی یا کلوین سلسیوس یا سانتیگراد، رانکلین فارنهایت نیستش. چیه؟ کلوین. چند تا غلط پیدا کردی تا اینجای ماجرا؟ 1 2 3 4 5. شمع، آمپر و مول همگی اصلی هن. شمع واسه شدت روشنایی بود، مول واسه مقدار ماده و آمپر هم واسه جریان الکتریکی بود. پس یه دونه از این ساختارها کاملا درست بود که این باشه. درسته؟ گفته بود چند تا نادرست داریم؟ 5 تا. جواب میشه گزینه 4. خب اینم از این تست. بریم تست بعدی. گفته تندی حرکت متحرکی رو میتونیم از رابطه MT2 به علاوه NT محاسبه کنیم که V میشه تندی بر حسب متر بر ثانیه است، T میشه زمان که بر حسب ثانیه است. حالا از من M و N رو خواست. ببین مهمترین نکته واسه حل این سوال دونستن اینه که اومده جمع کرده، ضرب و تقسیمی این وسط نیستش. درسته؟ ضرب و تقسیم ها این وسط. ببین وسط ها ضرب رو داریم، دو طرف من ضرب رو دارم، ولی بین اینا جمعه. من هیچ وقت نمیتونم مثلا میگم کمیت طول رو با کمیت جرم یا کمیت زمان یا کمیت دما جمع بکنم. چرا؟ تو هیچ وقت شنیدی بگن مثلا بیام عددش رو جمع بکنن 3 متر به علاوه 2 کیلوگرم؟ ربطی نداره اصلا. داره جرمش رو میگه، این داره طولش رو میگه. پس فرق میکنه. مثلا میان چیکار میکنن؟ من همون اسلایدهای خالی رو بیارم. مثلا میان میگن آقا 2 کیلوگرم سیب به علاوه مثلا 3 کیلوگرم پرتقال میشه چقدر؟ 5 کیلوگرم سیب و پرتقال با هم دیگه. حالا میتونن یه کار دیگه هم بکنن. مثلا بیان اینجا بگن 2 متر به علاوه 4 سانتی متر. چرا میتونن بگن؟ ببین لحاظ جنسی اینا با هم یکی هن. یه پیشوندی اومده عدده رو کوچیک بزرگش کرده، اونم لحاظ ظاهری نه ماهیت ماجرا. دو تا کار میتونم بکنم. یک، متر رو به سانتی متر تبدیل بکنم، عدد نهایی هم به من سانتی متر بده. 2 متر میشه 200 سانتی متر. درسته؟ 200 به علاوه 4 میشه چی؟ 204 سانتی متر. این یه ساختار کاملا صحیحه. بخوام بر حسب سیستم اس آی برم و اصلی باشه چیکار میکنم؟ اینو به متر تبدیل میکنم. مگه 10 به تمام منفی 2 نمیشه؟ پس میشه 4 صدم دیگه. پس 2 متر به علاوه 4 صدم متر میشه چی؟ 2.4 متر. این هم یه ساختار صحیحه. حله. حالا اینجا توی این تستی که مطرح شده وقتی وسطش جمع گذاشته یعنی اینا جفتشون متر بر ثانیه یا همون تندی هست. پس متر بر ثانیه بهتون داده، اینجا هم داره متر بر ثانیه رو به علاوه متر بر ثانیه. حواست به این موضوع هست دیگه. بریم من اینا رو پاک کنم که فضا باشه سوال رو حل کنم. خب اومده گفته که MT2 باید متر بر ثانیه باشه که خود T هم ثانیه است. پس به توان 2 برسون، ثانیه به توان 2. میام میگم MS به توان 2 باید باشه چی؟ متر بر ثانیه. خب آقا این چی باید باشه که ضرب در ثانیه به توان 2 بشه متر بر ثانیه؟ مسلماً متر بر ثانیه به توان 3 که یه ثانیه به توان 2 هم اینجا داشته باشه، این توان 2 با این خط بخوره به تو چی بده؟ متر بر ثانیه. پس ام من پیدا کردم، ام من میشه متر بر ثانیه به توان 3. چون گفته بود به ترتیب از راست، میام راستی ها رو چک میکنم. متر مجذور ثانیه است که شتاب متر بر ثانیه است.
این دوتا درسته. بریم سراغ A. میگه آقا N S مساوی با چی؟ متر بر ثانیه. N S مساوی با متر بر ثانیه. من اینو یکم با قلم زخیم تری بنویسم که قشنگ تو تصویرم باشه. متر بر ثانیه، ببخشید، شده چی؟ N S. حالا میام میگم آقا دقیقا مثل مثال قبلی، این چی بوده که ضرب در یه ثانیه بشه متر بر ثانیه؟ میگم آقا متر بر مجذور ثانیه، یه اسم اینجا باشه، این با این خط بخوره به تو چی بده؟ متر بر ثانیه. پس دومیش هم مشخص شد که n باشه متر بر چی؟ مجذور ثانیه یا ثانیه به توان دو، و جواب من میشه گزینه دو. اینم از این سوال. مطابق شکل زیر طول مدادی را به کمک خطکش اندازه گیری کرده ایم. مطابق تست تجربی سال 99 و تمرین کتاب درس